با سلام دوستان عزیز، از اینکه یگانه تیوی را انتخاب کردین بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم. لطفاً کانال را سابسکرایب کرده بر روی آیکون زنگ کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفاً با گذاشتن کامنت، نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. حال میپردازیم به دیدن این ویدیو. عفو بین الملل، پناهجویان نباید تاوان بازی سیاسی را بدهند. در واکنش به تصمیم ترکیه در مجاز کردن و تشویق پناهجویان به ترک قلمرو خود و رفتن آنها به اتحادیه اروپا، ماسیمو موراتی معاون تحقیقات عفو بین الملل از اتحادیه اروپا به ویژه بلغارستان و یونان خواست که برای ورود پناهجویان راه را هموار کنند. ماسیمو گفت آنچه ما اکنون در مرزهای زمینی و دریایی ترکیه با اتحادیه اروپا مشاهده میکنیم این است که پناهجویان یک بار دیگر به عنوان ابزار چانه‌زنی در یک بازی سیاسی مرگبار استفاده می شوند. از نتیجه قابل پیش بینی توافق اتحادیه اروپا و ترکیه است. او از کشورهای عضو اتحادیه خواست که به لحاظ مالی و ایجاد راه‌های امن ورود به اروپا مسئولیت بیشتر در قبال پناهجویانی که وارد ترکیه می شوند بر عهده بگیرند. ماسیمو کمیسیون اروپا را فراخواند که بدرنگ هر گونه نیازی که بلغارستان و یونان برای تصمیم در دسترسی پناهجویان به پذیرش و پناهندگی لازم دارد را فراهم کنند و کشورهای اروپا باید سهم عادلانه خود از مسئولیت را به عهده بگیرند. ماسیمو از یونان و بلغارستان نیز خواست که دسترسی به قلمرو خود را برای کسانی که به دنبال امنیت هستند تضمین کنند و مرزبانان این دو کشور باید از استفاده بیش از حد زور علیه کسانی که در مرز جمع شدند خودداری کنند. بحران پناهجویی در مرزهای ترکیه و یونان شدت بیشتری میگیرد. بنا بر آورد فورنتکس، آژانس حراست از مرزهای اروپا، ظرف روزهای آینده بحران پناهجویی در مرزهای ترکیه و یونان شدت بیشتری خواهد گرفت. روزنامه آلمانی دی ولت با استناد به یک گزارش مهربانه که فرونتکس که برای مسئولان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهیه کرده، پناهجویی جمعی سخن گفته با هشدار شده است که متوقف کردن این سیل جمعیت به راه افتاد از ترکیه به یونان آسان نخواهد بود. بنابر گزارش یاد شده، حتی تغییر رویکرد ترکیه و اقدامات بازدارنده آن هم شاید مؤثر واقع نشود. روز شنبه ترکیه در اقدام بحث‌انگیز برای فشار به اتحادیه اروپا برای سوق این اتحادیه در حمایت از حرکات نظامی ترکیه در ادلب، مرزهای خود را برای حرکت پناهجویان به سوی یونان گشود. آخرین آمار سازمان ملل متحد تا صبح یکشنبه از تجمع 13,000 پناهجو در مرزهای ترکیه و یونان خبر داده بود. آمارهای ترکیه این رقم را بیش از 70,000 نفر ذکر کرده بودند.